اومده حالت قلب گرفته، قلب چپه بهش میگن دلبری. ببین یقه دلبری از کنار سرشانش هم بازیش مقداری تقریبا تا نصفه های شانه هستش، وسط سینه‌ش هم باز شده. لقی حتما باید یقه دلبری رو بگیرید. این یه مدل دیگه یقه تخت هستش، اسم خاصی نداره، ترکیبی از ترهای مختلف روی یقه هستش. حالا یه قانون خیلی مهم داره واسه دوختش که بهتون زمان دوخت میگم که شما هر ترهی رو خواستی میتونی ایجاد کنی بالای چسب، بدوزی بعد توشو خالی کنی. خیلی مهم هستش. پس این یه مدل یقه ترکیبی هستش. جلوش هم میتونه باز باشه یا جلوش بسته باشه. ساسونا میتونه از قسمت پهلوها گرفته شده باشه، فقط ساسون زیر سینه ممکنه گرفته شده باشه. ممکنه ساسون تو از همون شانه گرفته باشی و زیر سینه، فرقی نمیکنه. بعدش دیگه تو ساسون تو میتونی روی اولو به هر جا که خواستی منتقل کنی. وقتی طرح یقه رو تصمیم گرفتی، لقیاش هم گرفتی، حالا برو ساسون تو از هر جا میخوای بگی. این هم یه مدل یقه هفت هستش، از کنار سرشانه باز شده. از جلو ببین چقدر بازی داره. وقتی اینقدر بازی داره تو باید هم از خط سی ام لقی رو ببندی، هم از وسط یقه به نوک سینه. این هم یه مدل یقه گرد باز هستش. این یقه گرد باز هم لقی سرشانش بسته میشه، هم به نوک سینه باید حتما لقی 1.5 سانتش رو ببندی. یه مدل یقه گرد هستش که سرشانش خیلی خالی میشه، اما جلوی بازی یقهش زیاد خالی نمیشه. این یقه که یک یقه مجلسی هم هستش، بهش میگن یقه بایقی. تو لباسای هالیوودی، لباسای قدیمی، این یقه خیلی بچه ها مود بودش و این یقه خیلی زیبا و با کلاس هستش. این هم یه مدل دیگه یقه گرد هستش که ترکیبی از گرد و هفت هستش. یک کت مجلسی حتی میتونی بدوزی، سجافشو در میاری، لقبیلیاشو انجام میدی و تبدیلش میکنی به یک کت مجلسی. الان شما با همین اطلاعاتی که تا الان داری، الگوی بالاتن جلو رو میدونید، پشت رو میدونید، آستین هم میدونید، سجاف هم میدونید، میتونید این کت مجلسی رو بدوزید. بچه ها پرسیدن که یقه دلبری چه شکلی کشیده میشه. ببین این قسمت جلوی الگو هستش. وقتی یقه دلبری تو کشیدی، مثلا من از کنار سرشانه 4 سانت باز کردم یقه رو، از خط سی اف حدود 10 سانت باز کردم. چون بازی یقه زیاد شد، من میام نیم تا 1 سانت، مثلا 1 سانتی متر از اینجا لقی میگیرم، اینجا رو حذف میکنم، اینجا رو هم 1.5 سانت لقی میگیرم، حذفش میکنم. وقتی که لقیشو بستم، دوباره طرح یقه‌مو آرایش میدم و تبدیل میشه به یقه دلبری. وقتی که یقه باز شد، این شکلی میشه، درسته؟ وقتی که این جلدای بسته اینجا، وقتی که جلدای بسته رو بازش بکنم روی کاغذ الگو، یقه دلبری طرحش شکل میگیره. بچه‌ها یک توضیح هم برای قسمت سجافاش خدمتتون بگم. اینجا پشت لباس بود، پشت لباس رو گفتیم برای سجافش، این که دور ریزه، درسته؟ برای سجافش میتونیم 7 سانت تا 10 سانت بیام پایین، این سجاف رو دارم طراحیش میکنم. از این کنارم 3 تا 5 سانت و از این قسمت یک کپی بردارم، این پنس رو میتونی ببندی، منتقلش کنی، یعنی ردش کنی از قسمت گوشه تقاطع سرشانه و حلقه آستین، و از این قسمت یک کپی برداری کنم بشه سجاف پشت. یا برای این دیگه الان وقتی که این رو لقی گرفتی، خط سیبی میشه این. خط سیبی ممکنه روی دولای بسته باشه، من از خط سیبی سجاف لازم ندارم. از این یقه هفتم، از اینجا میتونم 3 تا 5 سانت بیام، از این کنار گردنم 3 تا 5 سانت بیام، این دوتا رو به هم وصل کنم و این بشه یک کپی ازش بردارید، بشه سجاف یقه هفت قسمت پشت. سجاف ها رو باید از روی الگوی اصلی کپی بردارید. خط راستای الگوتون رو روی سجاف منتقل کنید. تو امتحان نمره داره. این خط راستای لباستون بود، درسته؟ خط راستا خطی بود که به هر کدوم از خطای کمر یا باسن عمود بودش. حالا چه تو پنل شماره 1